نشکوفه گیلسم خوبم. دیگه داره ورمش میخوابه. فقط به اون هار خانم بگو نیاد سمت منو. شانس آورده که با یه آدم باشعور با فرهنگ مثل من دهن به دهن شده. تازه من شعور دارم، حرمت‌ها رو نگه می‌دارم. تو پیجم هم نوشتم تابع قوانین کشور. وگرنه می‌ذارم دماغشو میشکوندم. دختره پاچه پاره اومده واسه من ادای دکترا رو در میاره، میگه که سختی آب شهر زیاده. بعد مایه ظرفشویی خوب کف نمی‌کنه. اگرم کف کرد با یه آبکشی راحت نمیره. گفتم شما هم دیگه خیلی بلنگ و باز شدید. می‌خواید همه چی شل باشه. یه چیزام که سفته می‌خواید روش ایراد بگیرید. فرو دهن باز کرده میگه که نه خیر، سختی آب خیلی مهمه، وگرنه همه چی خوب پاک نمیشه. گفتم نه خیر، سختی شوهرت مهمه. اون اگه به تو سخت بگیره تو همیشه پاک و سالم میمونی. الکی ننداز گردن آب. بهش گفتم تو برو بچسب به زندگی به جنگ این ناخون بکاری تو دست مردم. بچه هم دیگه منتظر جوابش نشدم، محکم زدم دماغش رو شکوندم، چون اگه نمیزدم میزد خار خانم. نگاه کن الان چی کار کرد؟ زیر چشم و وحشی. خب دارم میزنمت، بر چی مقاومت میکنی منو هی میزنی عقب؟ ببین چی شد زیر چشمم؟ سر چی حالا؟ سر اینکه چرا من حوله هامو سر هر مشتری نمیشورم؟ چرا موادمو ضد عفونی نمیکنم؟ اسکل کرونا رفته، سر تو رو بهش مشغول کردن خودتو بشوری اونا پولا رو ببرن. دیگه همه میدونن من فمینیستم. حالا ربطی نداره، ولی خب گفتنش هم ضرر نداره. عزیزم همین حوله که سر توه، میدونی من سر کیا رو با این خوش کردم؟ چه آدم حسابیایی با این خوش شدن؟ اتفاقا همین چند سال پیشا صدف طاهریان اومد اینجا اپیلاسیون کرد، کلشو با این خوش کرد. خب من اینو بشورم؟ حالا بعد من لطف میکنم حوله چهار تا آدم حسابی رو میدم بهتون بمالید به خودتون؟ و تازه این عقده‌ای به من میگه که نمیدونم حوله رو بشور میکروب وارد میشه، قارچ وارد میشه، کرونا میگیرن. واسه من دکتر شد تو، ناخونتو بکار بابا. این ببین خودش تکلیفش هم با خودش معلوم نیست. هم میگه همه چی خوب بشور، هم میگه اگه بشوری خوب نره نمیدونم مایع ظرفشویی میره تو دل و رودت به خاطر سختی آب. و این من خودم اصلا از زمانه خودم چون جلوترم کلا نمیشورم، درگیر سختی آبم نمیشم. حالا اتفاقا یکی از این اینفلوئنسرای متفکر هست، من خیلی قبولش دارم. یه جمله ای گفت، ببین انگار حرف دل منو زدن. گفت که من به مرد سالاری اعتقاد ندارم، هر کم سرش سوار شدن خودش نتونسته مقاومت بکنه. خب ببین قضیه میکروب هم همینه، من حوله میکروبی رو میندازم رود، تو اجازه نده میکروب واردت بشه، تو مقاومت کن این وارد تو نمیشه. اتفاقا چند تا از مشتریام هم اومدن اینجا میکروبی شده بودن و کرونا گرفته بودن، جیغ و داد. گفتم الکی عزیزم تقصیر حوله من ننداز، خودت شل کردی وارد شده. الانم شما نگاه کن، من دارم سرتو خوش میکنم، تو شل نکن نزار میکروب وارد بشه. نزار نزار، صفر باش.